بریم یه جستجوی کنیم و یه صحبتی هم که داشتم با دوستان این که خیلی ها برای من عکس میفرستن، دمتون گرم، کلی حال میکنم، کلی انرژی میگیرم و این که میتونم یه راهنمایی کنم، خیلی خیلی خوشحالم از این بابت. ولی خب یه مفهومی که من به خیلی از دوستان میگم این که عقیقتون نارسه. یعنی چی؟ مگه میوه است نارس باشه یا کال باشه؟ نه عزیزان، دقیقا سنگم همین بحثو داره. خیلی از عقیقا هستش که عقیق نارسه، هنوز به اون درجه خلوصی نرسیده، آبدار نشده و کدره. این میشه عقیق نارسه، هنوز کامل میگن جا نیفتاده، مثل قرمه سبزی اینجوریه دیگه، جا نیفتاده. و شما اینجور سنگی پیدا هم کنی، رنگ و نقشی هم که داشته باشه، تو مرحله پولیش اصلا جذاب نمیشه و به نظر من نمیصرفه با این هزینه های بالا، تیغ و فلان و اینا، هزینه های دستگاه و هزینه های تراش، بخوای رو همچی سنگی هزینه کنی. ولی خب همینطور که میبینین توی شکست های کوه و سر سردگرمی که شده، بارندگی هایی که شده، یه سنگ های شکسته شده و همینطوری ریخته. اینجور جاها معمولا راحت تر میتونیم کاوش کنیم. اینو بیا بگی، یه دونه عقیقه که این رسیده است، یه عقیقیه که میشه روش کار کرد و یه چیز جالب که شجر داره تو دلش. ببین چقدر قشنگ شد این کار، واقعا انتظار نداشتم اینجا بتونم شجر پیدا کنم. ولی خب حالا قطعه کوچیکیه، خیلی هم اوکی نیست، ولی خب بازم جای شکرش باقیه. نگاه کن سنگ ها رو تو رو قرآن، یه جاسبره که با کوارتز، این بلورای کوارتز که خیلی فشرده شده و چندان مالی نیست که بردارم، ولی خب فقط روی این حسابی که اون قرمزی اینجاش خوب خوش رنگه، از اینجاش میشه کارای قشنگ نیم ستی در آورد. ولی این اینجاش هم یه حالت شجرمانندی داره، یه رگاهای به دل خودش داره، ممکنه چیز خوبی در بیاد. ولی از باب این که میگم رسیده و نرسیدهش، این تقریبا مثل همون نارساس که چیز میزونی نداره. اینم بگی، به به، چقدر این قشنگه. این عقیق، عقیق رسیده است دوستان، عقیقیه که نور از خودش عبور میده، موقع جلا خیلی جلای قشنگی به خودش میگیره و حالا هرچند کارش کار روزمینیه و ترک زیادی داره. اینجا رو بگی چقدر نقش قشنگی داره تو دل خودش، این رگای عسلی مانندش حالت درخچه شده، سنگ قشنگیه و عقیقش هم عقیق آبداریه، رسیدهیه. من هی دارم تأکید میکنم که متوجه بشین منظور از رسیده و نرسیدهش چیه. کاش یه کیسه هم میآوردم از سنگا و میذاشتم توش، حالا باید برگردم جای کولم و سالم اونجا گذاشتم. اینو بیا بگیر علی، این عقیق نارسی که میگم کاله اینه، شما هزار اینو پولیش بزنین بازم طرحش ماته. این قسمتی اینجا شالت تاولی شده که میخواسته برسه، نگاه اصلا تفاوت رو میتونین از همین تیکه شما متوجه بشین چقدر براق و رسیده و مابقی کار نارسه. جنس این سنگ هم سنگ کوارتزه، ولی کوارتز نارسیه، کوارتزیه که پخته نشده هنوز که بتونه به قول گفتنی یا یه دلبری خوبی کنه برامون. و این که اینم ببین، یه عقیق سبز، امیدوارم که دلش عقیق، چه شجر خوبی داره، به به.
این تیکش که رسیده رسیده است بچه، ولی این قسمت این طرفش حس میکنم که نارسیده باشه، ولی خب میخوام اینو بشکنمش و ببینیم توی دلش چه خبره، چون حس میکنم این شجرش خیلی باید خوشگل باشه. حالا کار اشتباهیه به نظر خودم که بخوام بشکنم، چون هم ترکای دیگه روش ایجاد میکنم، هم این که ممکن اون طرح گل اگه از این طرف سنگ برش بخوره به نظرم چیزای قشنگی ما تو دلش داشته باشیم، ولی خب دلم نمیاد به خدا بشکنم، ولی خب به عشق خودتون میشکنم. بشکنیم. نگاه، گفتم کار پر ترکیه و این قسمتش حالت عویقش عویق نارسه، منظور از نارس بودنش این تیکای رسوبیه. این تیکای رسوبی که تو دل خود عویق نقش پیدا میکنه شکل یه شجر میشه، و ولی خب این قسمت این خیلی عویقش عویق سبز خوش رنگیه بچه، تو دلش رو نگاه کنید چقدر نور خوب از خودش رو بور میده، و اینکه خیلی هوا گرمه، یعنی کل بدنم شده عرق. رفتم یک کیسه آوردم از توی کولم که چون دارم سنگای خیلی خوب پیدا میکنم، سنگا رو همه رو میخوام جمع کنم و دم آخر برم کنار رودخونه بشینم یه آبی بزنیم ببینیم چیا پیدا کردیم. این ریزش سنگا رو بگیر و ممکنه توی این دل سنگا دل خاک که نیاز به کندکاری بوده کارو برای ما راحت کرده، و احتمال میدیم که روی این سنگریزه ها سنگای خوبی بتونیم پیدا کنیم و قطعا عقیق پیدا میشه، چون از شواهدی که روی زمین هستش نگاه دقیقا دو تا کنار همه، من اول اینو دیدم. بچه ها توی شکار سنگ شما پوست شناسی از همه منطبه، و این یه توپی بوده، بذار توش هم آب بزنم، یه توپی بوده که شکسته، حالا بر اثر این بلی که خورده و خاکی هم که گرفته و تمیز شد. عشق میکنم نگاش میکنم، واقعا یه توپی حالت گل کلمی به خودش گرفته و خیلی خوشگله، یه پوسته بیرونی خود سنگم دقیقا مشخص از سنگای توپی شکله که بر اثر ماگماهای آتش فشانی اینا به وجود میاد، اینا و از ماگما تغذیه میکنه، اینجوری داخلش بلورا شکل میگیره. و اینا که یه عقیق آبدار دیگه رسیده، این وسطش یه ناخالصی داره که به اینا معمولا میگن عقیق دو پوست، که اگه بتونی یه قطعه دیگه بهتری رو پیدا کنم کامل بهتون توضیح میدم که عقیق دو پوست چیه و به چیا میگن دو پوست. توی این لابلای سنگا باید خوب نگاه کنیم که چیزی از قلم نیفته، و به نسبت جنس این سنگا که داریم میبینیم نگاه، اصلا جنس سنگ فرق میکنه، این پوسته این سنگ کجا و این سنگ کجا. به به، دقیقا مثل همون عقیق سبزی که بالاتر بهتون نشون دادم که شکستمش و اینا، دقیقا از همون جنسه، ولی خب با این تفاوت که عقیقش خیلی آبدارتره و نقش بهتری رو نشون میده بهمون، یعنی زمان برش اون شجر اون نقشی که داره رو بهتر نشون میده. بین سنگایی که تا الان پیدا کردیم به نظرم این بهترین. یه دونه هم اینجا دیدم، بیا این عقیق نیست، خب البته داره تو دلش
ضربات عقیقی داره، ولی خب با این تفاصیل که این یه شجر پاییزه است بچه ها، یعنی باورم نمیشه چه سنگایی دارم پیدا میکنم، سنگایی که روزمینی هستن و البته روزمین نبودن، اینا شکسته شدن که افتادن پایین و این حجم سنگ اومده پایین. باورم نمیشه واقعا اینقدر سنگای خوبی میتونم پیدا کنم، چون توی این جنس سنگ یه چیز نادره انگار، اصلا حیفم میاد قدم قدم برم جلو سری از اینجا بگذرم، چون واقعا اصلا فرق میکنه. نگاه، ولی این از همین مدله، این ذرات زردی که روی پوسته سنگه، حالا این سنگه عقیق نشده ولی خب دقیقا سنگ قبلی که بهتون نشون دادم همینا بودا، این زردی قرمزی. اینو بگی علی، دیگم حیفم میاد از اینجا برم، هر قدمی که دارم ور میدارم یه چیزی دارم میبینم. بچه این عقیق دو پوستی که بهتون گفتم، یه تیکه اونجا پیدا کردیم، یه قسمت ناخالصی بود وسطش و حالت عقیق نارس بالا هم که عقیق رسیده آبدار و مرتب. اینجور عقیقا بهش میگن عقیق دو پوست، یعنی دو مدل کانیه که هم رشدی داشته با هم، از اینجا کامل مشخص این لبه کار. و اینجور کارا رو معمولا کاروین کارا خیلی دوست دارن، کارایی در میارن که از یه سنگ، حالا نمونه هاشون رو بهتون نشون میدم، عکساشو میذارم، کاروین شده هاش که شکل قورباغه روی یه بستر سنگ جاسپره، یه لایه رویش مثلا همینطوری سفیده و اون سفیدی رو یه قورباغه یه تری در میاره روی جنس عقیقی که شفافه. و یه سنگ خیلی خیلی نمیگم بی ارزش، کم ارزش، ولی با کاربرد خیلی بالا. و اون هنرمندش رو میطلبه که اینو ببین بتونه چجوری، نگاه کن نگاه کن، اینجا هم هستش همون دو پوست دوباره توی یه جنس عقیق به اضافه خزای سبز رنگی که توی عقیقای دیگه‌مون هم تکرار شده. و این سنگ واقعا یه تلفیقی از همشه، در واقع هم دو پوست داره، هم عقیق شفاف داره و هم شجر سبز داره. خدا شکرت بابت این همه زیبایی و نعمتی که داره به ما میدی. ببخشید که من همش چشمم درگیر لابلای این سنگ هاست و میترسم که چیزی جا بمونه. اینم بگیر، الان داشتم میافتادم. یه همون دو پوسته تکرار شده، ولی خب به این جور سنگ دیگه میگن عقیق سلیمانی، ولی خب دقیقا همون جنسه، همون کیفیت، ولی خب یه حالت توپی شکل هم داره، شکل یک دوم ماهیه بچه ها انگاه. که اینم ستون فقرات ماهی است. اینقدر حالم خوب میشه از این سنگایی که دارم پیدا میکنم، شاید باورتون نشه ولی خب خیلی داره به انرژی میده. و این عرقی هم که روی پیشونیم هستشو بگی که بفهمن خیلی خستم، ولی خب همینطور دارم انرژی میگیرم دیگه. مگه میشه همچی چیزایی رو ببینی و بر نداری و عشق نکنی؟ خیلی خیلی دوستتون دارم، با من همراه باشین تا کنار رودخونه، امیدوارم که بتونم چیزای دیگه هم پیدا کنم. بیاین بیاین جلوتر. بچه این جنس سنگو یا بگی چقدر بزرگ بوده، این بر اثری که افتاده از این بالا و ممکنه از دل کوه بوده، از سر کوه بوده، و چه جنسی داره؟ یه دقیقا همون جنس عقیق نارسی که بهتون میگم، جنس کوارتزه، یه قسمت هایی حالت شیشه‌ای شده که رسیده است،
و مابقی کار پوچ شده. اصلا نگاه کن این وقتی افتاده و خورده به این سنگای دیگه چه ذراتی از خودش به جای گذاشته، ولی خب این ارزش برداشتن نداره، فقط وزن داره و ما وزن نمیخوایم، ما زیبایی میخوایم و جلوه‌ای که یه جلوه قشنگی داشته باشه. اینا رو گرفتی چه کوارس نارسیه. از این سنگ هیچ چی در نمیاد، یعنی بهترین نقش هم که داشته باشه توی پولیش و توی کار چنگی به دل نمیزنه. و من دنبال کارهای خیلی رسیدم که بتونم اینا بگیر. اینگار تاره عنکبوت دورش گرفته. یه عقیق نارسه که زیاد جلوه ای نداره، ولی خب این ور کار باز یه سلیمانی خوشگل تو دلش داره که همین میتونی یه گردنبند این شکلی شکل عشق در بیاد و خیلی کار خوشگل کنه. یعنی به خاطر همین یه قسمتش هم که شده من کلشو برمیدارم. میدونم از این ورش هیچ خبری نیست، ولی خب به خاطر همون ورش خوشگله. یه گوشش هم که قشنگ باشه در عوض وزنی نداره، میتونیم حملشو انجام بدیم. هرچند وقتی این کوچیک کوچیک ها روی هم میشن خیلی سنگین میشن. و اینو ببین کجا گیر کرده. اینم یه حالت عقیق روتایله، ولی خب نارسه، زیاد مثل این طرف شیشه‌ای نشده، بلوری نشده. این طرف کارم خیلی زیاد جالب نیست، ولی خب یه حالت موی شکل به خودش داره. ممکنه احتمال 40% بشه ازش نگینی چیزی در آورد، ولی خب فکر نکنم. این که ما همش توی حاشیه را میریم فقط رو حساب این که این شکستگی هایی که ریخته و باری که میبینم جلو پامه نمیتونه منو بکشونه اون طرف درخت ها، چون خود انرژی این سنگ ها نمیذاره. این هم شجر داره علی، ببین چقدر خوشگله. پوسته روی سنگ بچه ها هیچی رو نشون نمیده، ولی خب جایی که شکسته بر اثر قلتی که خورده روی این سنگای دیگه یه ذراتی شکسته از لبه ها و اون جنس داخل سنگو به ما نشون میده که چه عقیق آبدار و رسیده ایه. حالا بریم همینطور کنار مسیر به خودمونو به رودخونه برسونیم و یه کمپی بکنیم، یه استراحتی بکنیم که من واقعا خسته شدم. و ببینیم اصلا چیا پیدا کردیم، چیزی بوده که ارزشی داشته باشه یا نه. یه گلچین بکنیم. خب اومدیم کنار رودخونه تا چیزایی پیدا کردیم و ببینیم چیا هستش و اینکه اصلا خوبن خرابن. یه آبی بزنیم، یه جلای موقتی بهش بدیم تا بفهمیم شکار خوبی داشتیم یا نه. خب یکی یکی این که شد اون عقیق سلیمانی دو پوست که خیلی خوشگل بود، دوستش داشتم. اینو که ور میداریم. اینم که فقط همین قسمتش رسیده است، ولی خب عقیقش عقیق نارسه عزیزان. نارس یعنی این که بلوری نشده، شیشه‌ای نشده، نور از خودش عبور نمیده و شبیه به جاسپره.
اینجور سنگا آبدار نیستن، هرچی هم که پولیش بخوره بیفایده است. این که یه کار کلکسیونی شد که برای رومیزی یا به قول گفتن یه کار کلکسیونی توپیه، اینو دوستش دارم و همی دارمش. این هم یه حقیق نارس این ورش، ولی خب فقط به خاطر اینجاش. این سنگمون هم که یه حالت حقیق روتایل مانند داشت که احتمال 30-40% تو دلش چیزای خوبی باشه و همی داریم. یه هم که دیگه حرفی برای گفتن نداره، واقعا سنگ جالبیه. حقیقش حالت دو پوست هم داره. این سه تا قطعه که مال یه دونه بود که شکستیمش اگه یادتون باشه و سنگ قشنگیه، میخوامش. یه دونه حقیق سبز که گفتم به شدت دوستش دارم، اینا توپیای سبز رنگیه که توی همون مسیر پیدا شد. یه دونه ته این ماهیه بود فکر کنم که از سر همین سنگ باشه، ولی خب وسطش نیست، که بلورای حالت روز کوارس رو خودش داره و خوشگلی خودش رو داره. این هم که عقیقه اینا همش رسیده است. این یه کار دو پوست بود که برای کاروینگ و کارای کاروینگی خیلی خوبه که میدم استاد معظم برامون درستش کنه. یه عقیق شجر که اول شکار پیداش کردیم، اینو تو مسیر برگشت برداشتیم بچه ها. یه عقیق تخت سلیمانی، همینطور یه تخت دیگه، ولی خب این یه خورده کدر هست، عقیقش رسیده است بچه ها، این نارس نیست، ولی خب طرحش خیلی شلوغه و کارو کدر کرده، ولی توی پولیش براق میشه چون عقیقش عقیق آبداریه. ما خیلی از جاسپرها حتی داریم که وقتی پولیش میخورن خیلی آبدار و خوب میشن. یه عقیق شجر سبز خیلی خوب پیدا کردیم، همونطور یه سبز دیگه، حالا این طرفش دو پوست رو داره دقیقا زده بیرون از دل سنگ، ولی خب یه گوشه کاره، ممکنه بشه کاروینگش کرد. یه دونه جاسپر که تو دلش شجرهای خیلی خوشگلی داشت، هم از این طرف هم از این طرف نماشو داره، ولی خب اینجا کار حس میکنم پرتی کار باشه این قسمت و بیشتر کار تو این سمته. ممکن هم هست که ضعیف باشه، ولی خب این یه کوارسیه که گفتم جالب نیست، ولی رو حساب این دو پوست بودنش میشه برای کاروینگ استفادهش کرد. این که قطعه اون سنگه بود که شکستیم و همین. فقط بین این سنگ ها من اینو نمیخواستم، اینم نمیخوام سنگینی یا خودم ببرم، ولی خب مابقی رو میبرم و انشالله که بتونم یک کارای خوشگل در بیارم و براتون بذارم که عشق کنم.